سلام دوستان، من علی هستم و امروز قرار با هم توی موزه باغ سعدآباد تهران قدم بزنیم. این مجموعه محل سکونت افراد مختلف خاندان پهلوی بوده و حدود 18 تا کاخ مختلف رو توی خودش جا داده و با وسعت 110 هکتار بزرگترین مجموعه تاریخی تهران به حساب میاد. مجموعه سعدآباد 4 دوره تاریخی قاجاریه، پهلوی اول و پهلوی دوم و پس از انقلاب اسلامی ایران رو سپری کرده. سعدآباد توی دوره قاجار ساخته شد و سکونتگاه تابستونی یا ییلاق شاهان این سلسله بود. بعد از کودتای 1299 تصرف اون توسط خاندان پهلوی، ساختمان‌های متعددی توی اون ساخته شد که بالغ بر 18 تا کاخ توی ابعاد مختلف میشه. هر یک از ساختمان‌ها محل سکونت یکی از افراد خاندان پهلوی بوده. محمد رضا پهلوی هم توی دهه 1350 توی تابستون‌ها توی این مکان زندگی می‌کرده. البته خانواده محمد رضا شاه پهلوی از سال 1346 تا 1357 هجری شمسی توی کاخ نیاوران زندگی می‌کردند. برخی از مهمترین کاخ‌های موجود توی مجموعه سعدآباد شامل کاخ سفید یا موزه ملت یا کاخ محمد رضا شاه پهلوی، کاخ سبز یا کاخ شهوند یا کاخ رضا شاه پهلوی، موزه ظروف سلطنتی یا کاخ اشرف پهلوی، موزه پوشاک سلطنتی یا موزه نگارستان یا کاخ فرح پهلوی، موزه هنرهای زیبا یا کاخ سیاه یا دفتر وزیر دربار شاهنشاهی، موزه آشپزخانه سلطنتی، موزه اسلحه های سلطنتی و موزه نظامی رو میشه نام برد. واسه بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه بیش از یک روز زمان نیاز دارید و من هم بخش‌های مختلف رو توی ویدیوهای مختلف بهتون نشون میدم. توی این ویدیو کاخ ملت رو با هم می‌بینیم. این کاخ بزرگترین کاخ موجود توی مجموعه کاخ سعدآباده که به علت رنگ سفید نمای اون به کاخ سفید شهرت یافته. این بنا علاوه بر اون که اختصاص به امور اداری و تشریفاتی دوران پهلوی داشته، اقامتگاه تابستونی محمد رضا شاه و همسرش فرح پهلوی به حساب می اومده. این کاخ شامل 54 واحد مختلف از جمله 10 تا تالار تشریفاتی هست که وسیع‌ترین اون تالار کاخ هست که سفره‌خونه‌ای به مساحت 220 متر مربع داره. بنای کاخ به دستور رضا شاه توی سال 1310 هجری شمسی آغاز شده و توی سال 1315 هجری شمسی ساختش به پایان رسیده. این کاخ وسعت زیادی داره که شامل طبقه همکف، طبقه اول و طبقه زیرین هستش. توی طبقه زیرزمین کاخ بخشای مانند انبار ظروف، انبار لباس، سالن سینما و آبدارخونه و رختشویی قرار داره. توی طبقه همکف اتاق محافظان شاه و رختکن واسه کسایی که وارد کاخ میشن و چند تا تالار شامل تالار جلسات، تالار پذیرایی، تالار غذاخوری کوچک، اتاق آرایش و ورودی اتاقهای تفریحی مثل اتاق بیلیارد، موزه هنری و سالن سینما توی طبقه همکف قرار داره. توی طبقه اول هم تالار غذاخوری تشریفاتی و تالار تشریفات رسمی قرار داره. تالار موسیقی و تالار پذیرایی فرح و آپارتمان ویژه شاه و فرح هم توی سمت سرسرای بزرگ و اصلی این طبقه ساخته شده. با ارزش‌ترین گنجینه‌های ایران به خصوص فرش‌های نفیس ایرانی، کریستال‌ها، سفالینه‌ها و پارچه‌های نفیس ابریشمی و لوسترهای ساخت ایتالیا، فرانسه و چکیوسلواکی رو میشه توی تالارهای کاخ موزه ملت تماشا کرد. بیشتر از این صحبت نمی کنم تا شما از دیدن این ویدیو و این کاخ زیبا و معماری جذاب و آثار ارزشمند داخل اون نهایت لذت رو ببرید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و دوست دارید با من توی مکانهای جذاب و دیدنی بعدی هم قدم بزنید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا یوتیوب ویدیوهای جذاب بعدی رو هم به شما نشون بده.
سر